اشرف غنی در بدل 39,000 دلار آمریکایی از خانم نغمه چی می‌خواست و حقیقت باور نکردنی که از چشم‌ها پنهان مانده بود؟ باور نکردنی و شوکه کننده. ویدیو را لایک کنید و در ادامه با ما همراه باشید. نوشتن شعر شاید کمی دشوار باشد، اما اجرای آن با موسیقی برای خانم نغمه ساده است، چون او بیش از 40 سال تجربه خوانندگی دارد. این روزها خانم نغمه از چشم مردم انگار افتاده است. البته باز هم طرفداران زیادی دارد و حرفهای او شاید تعدادی از علاقه‌مندان را از او دور ساخته باشد، اما طرفداران دیگری هم دارد که حرفهای اخیر خانم نغمه را با دل جان تایید می‌کنند. از بحث دور نمی‌شیم، ولی خوب است بدانید که یکی از طرفداران خانم نغمه پای کامنت یکی از پست‌ها این گونه نوشته است: خانم نغمه آوازخوانی است که بیش از 50 سال عمر خود را در عرصه آوازخوانی سپری کرد و برای شمار زیاد از آوازخوانان یک الگوی به همتا بود. حرف‌های واقعیت است و چیزی از او کم نخواهد کرد. البته این متن به زبان شیرین پشتو نوشته شده بود که ما برای شما به فارسی ترجمه کردیم. بر طبق دیدگاه‌ها هنوز هم خانم نغمه طرفداران زیادی دارد و این به صورت روشن واضح است. حالا بگذاریم. در ویدیوی گذشته از نوشته خانم سلطانزوی برایتان گفته بودیم. در گفته های خانم سلطانزوی دیده می شد که اشرف غنی همراه با بانوی اول مقدار 39,000 دلار آمریکایی را با یک تقدیرنامه به خانم نغمه هدیه داده بودند. ولی هدف آن چی بود؟ در واقع آقای غنی رئیس جمهور ناجوان پیشین از خانم نغمه خواسته بود تا در بدل این پول بر ضد طالبان سخن بزند و در برخی محافل و کنسرت هایش مردم را به حکومت جمهوری تشویق کند. ولی خانم نغمه پول و تقدیرنامه را در جیب خود زد و به آمریکا رفت، یا میشه گفت به آمریکا فرار کرد. بعد از نشر این پست از سوی خانم سلطانزو، یعنی زهره داوود، تعدادی از کاربران نوشته بودند که از همان اول خانم نغمه با طالبان ارتباط داشته و حال هم که رسما بر حکومت طالبان مهر تایید گذاشت و دولت طالبان را به صورت علنی تایید کرد. واکنش ها در پیوند با مصاحبه جدید خانم نغمه بسیار فراوان است. در پست های نشر شده در صفحات اجتماعی همه معتقدند که خانم نغمه یک هنرمند نه، بل او یک طالب پرست است، اما از نوع خانم ها. به هر حال نظر شما در مورد خانم نغمه چیست؟ دوستان عزیز، نظرتان را در کامنت ها برای ما حتما بنویسید. ممنون که این ویدیو را برای دیدن انتخاب کردید.